اینجا لندن است رادیوی بی بی سی. هفته بامداد تهران و کابل است تا هفته نیم در دوشنبه درود بر شما در بامداد هشتم فروردین بیست و هفته مارس داریش رجبیانم با چشمنداز بامدادی تشویق و قدردانی از سیستم درمانی بریتانیا که به طور خودجوش دیشب در سراسر این کشور صورت گرفت و به گوش میرسید در روزهایی که کارمندان عرصه بهداشت در سراسر جهان در خط مقدم پیکار با شیوع ویروس کرونا قرار دارند از آمریکا خواهیم گفت که بنا به آمار رسمی بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس را ثبت کرده و از ایران که تمهیدات سخت گیرانی پیاده کرده ولی چرا اینقدر دیر خواهیم پرسید از کرونا در افغانستان و اسپانیا هم مطالبی داریم تحریم های تا مرکزی علیه ایران جزء ای موضوع های برنامه امروز ما هست نوروز رو هم همچنان به یاد داریم سرآغاز تا سن خبرهای جهان از محمد سباهی تهیه کننده برنامه امروز درود و روز روزگارتان خوش از آمریکا خبر رسیده که تعداد مبتلایان به بیماری کوید 19 در این کشور حالا بیشتر از دیگر کشورهای جهان شده در آفریقای جنوبی سه هفته من آمده شد اعلام شده تا جلوی گسترش ویروس کرونا گرفته شود از روسیه هم خبر رسیده که همه پروازهای بینالمللی لغو شدند به جز پروازهایی که برای بازگرداندن افراد روس به کشورشان انجام می شود مکرون رئیس جمهور فرانسه هم به دیگر رهبران اتحادیه اروپا هشدار داده که تاثیرات مخرب همهگیری ویروس کرونا میتواند منجر به از هم پاشیده شدن منطقه بدون مرز شنگن شود بنابر اعلام رسمی دولت ایران تا بعد از ظهر پنجشنبه شمار مبتلایان به بیماری کوید 19 به 29406 نفر رسید. ویروس کرونا جان 2234 تن را هم گرفته. دولت اعلام کرده که طرح فاصله گذاری اجتماعی را برای کاهش ابتلا به ویروس کرونا اجرا می کند. حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور جزئیات بیشتر از این محدودیت ها را اعلام کرده. یک کسانی که قصد مسافرت دارن از همین لحظه که اعلام میشه سفرشون رو لغو بکنن دو کسانی که الان در مسافرت هستند سریعتر به خانه برگردن سوم اینکه اعمال محدودیت های حد اکثری در حمل و نقل مسافری ام از هوایی، ریلی و اوتوبوس های بین شهری هست محور چهارم تر تحتیلی ادامه تحتیلی دانشگاه ها مدارس بستان ها هارکا ها، مراکز ورزشی محور پنجم تر برگزاری هر گونه مراسم اهم از رسمی و غیر رسمی یک روز پس از انتشار فهرست مقدماتی تیم مذاکراتی حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان وزارت صلح با تغییراتی در این فهرست اسامی گروهی را با نام هیئت جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکرات منتشر کرده در این لیست 21 تن به ریاست معصوم ستان کیزی ستان عضویت دارند و چهره‌های مانند فوزی کوفی، حفیظ منصور، نادر نادری و حبیبه سرابی در آن دیده می شود. نام باتور دوستم فرزند جنرال عبدالرشید دوستم و خالد نور پسر عطا محمد نور والی پیشین برخ نیز در این فهرست آورده شده آصف معروف بیشتر در این باره برای من میگوید انتظار میرفت دولت گروه های رقیب سیاسی داخلی و نهادهای جامعه مدنی در زمینه تعیین چنین هیئت دارای یک تفاهم مشترک باشند هنوز روشن نیست که رقیب اصلی سیاسی آقای غنی عبدالله عبدالله چه موقفی نسبت به این هیئت خواهد داشت اما وزارت صلح افغانستان گفته این هیئت پس از غور و مداقه و مشوره های لازم با تمام جناها و اقشار تاثیرگذار تعیین تا گردیده است مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته در کابل بود با پیام روشن که امریکا خواهان تغییر است و کابل باید پشت ورق را بخواند لطفا در خانه بمانید صبح و روز و شب شما به خیر و شادی هر جای دنیا که هستید داری شهر رجبیانم با چشمانداز بامدادی بی بی سی در هشتمین بامداد فروردین 27 مارس هم که می‌بینید همچنان میز هفت سین ما پن هست سفره در واقع همچنان برنامه را با شاد باشه نوروز به یکای که شما و آرزوی بهروزی آغاز میکنم اما یورش ویروس کرونا بر جهانیان همچنان اوج می‌گیرد به گونه‌ای که فقط بر پایه‌ی آمارهای رسمی که دولت‌ها منتشر کردن شمار مبتلایان به کووید 19 از نیم میلیون تن فراتر رفته از این میان بیش از 120 هزار تن بهبود یافتند و نزدیک به 23 هزار تن جان دادند. ساعتی پیش گزارش شد که اکنون ایالات متحده آمریکا در رأس جدول قرار گرفته و بیشترین موارد قطعی ابتلا به کرونا را دارد. بیش از 82400 مورد. بیشتر از حدود 82000 موردی که در چین خواستگاه این ویروس به ثبت رسیده، بعد از آن ایتالیا است با 80500 مورد ابتلا به کرونا. شیوع ویروس کرونا همچنان در حال دست بردن در روال زندگی کشور هاست تازه ترین آن ممنوعیت همه پروازهای های بین المللی ورودی و خروجی روسی است به جز پرواز های که شهروندان این کشور را به روسیه برمیگردند نیروهای امنیتی در آفریقای جنوبی مقررات منع آمده شد را برای سه هفته از دیشب به اجرا گذاشتند اینجا در بریتانیا در یک روز گذشته بیش از 100 تن جان دادند و شمار جان باختگان کرونا در این کشور به حدود 580 تن رسیده دیشب در یک اقدام خودجوش اجتماعی در بریتانیا ساعت هشت شامگاه صدای دست زدن و تشویق مردم همه جا به گوش می رسید به نشانی سپاسگزاری و قدردانی مردم از زحمات کارمندان ارسی بهداشت که در خط مقدم جبهه پیکار با کرونا قرار دارند. قدردانی مردم بریتانیا بود از پزشکان و پرستاران و کارمندان بهداشتی این کشور در روزهای مقابله با شیوع کرونا مخوفترین ویروس روزگار ما درباره وضعیت کرونا در ایران حتما صحبت خواهیم کرد پیش از آن مهنوش پورزیایی نگاهی دارد بر نقشه کرونا در آمریکا و جهان آمریکا حالا با بیش از 82 هزار مبتلا به ویروس کرونا به کانون تازه این بیماری تبدیل شده بیش از هزار نفر در این کشور تاکنون بر اثر سرایت ویروس جانشان را از دست دادند و نرخ ابتلا در برخی ایالات ها مثل کالیفرنیا و نیویورک با سرعت بالا می رود. اما خبر بد برای آمریکا به همین جا ختم نمی شود. وضع اقتصادی نگران کننده شده و نرخ بیکاری بالا رفته. بیش از سه میلیون نفر کار خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا کماکان تلاش می کند نیمه پر لیوان را. اگر مانده باشد به دیگران نشان بدهد. او روز پنجشنبه در برابر خبرنگاران گفت تعداد بالای مبتلایان در آمریکا تنها به دلیل گسترش تست های انجام شده است و صداقت رهبران چین را در ارائه آمار دقیق زیر سوال برد. او یک بار دیگر از موضع خود برای بازگرداندن آمریکایی ها به کار دفاع کرد و گفت منظورش عادی کردن وضع در بخش های از آمریکا بوده که با ویروس کرونا زیاد درگیر نشدند. نشانه هایی از این روی کرد در نامه رئیس جمهوری آمریکا به فرمانداران این کشور دیده می شود. آقای ترامپ در این نامه گفته مشاورانش به زودی دستورالعمل دولت فدرال را برای رعایت میزان فاصله میان افراد در فضاهای اجتماعی منتشر خواهد کرد که ممکن است در برخی مناطق شامل لغو برخی محدودیت های اعمال شده باشد. بر اساس این نامه دستورالعمل دولت قرار است مناطق پرخطر کم خطر و مناطق بینابینی را مشخص کند و بر اساس آن درباره میزان محدودیت های لازم از جمله لغو و برخی محدودیت ها تصمیم گیری شود. ایالت مقررات خود را برای منع رفت آمد شهروندان یا بسته شدن اماکن تجاری وضع کردند. در حال حاضر 21 ایالت آمریکا از شهروندان خود خواستند برای مهار ویروس کرونا در خانه هایشان بمانند. در همین حال رهبران گروه 20 در اجلاس خود وعده دادند که تدابیر و بودجه لازم را برای متوقف کردن ویروس کرونا محقق کنند و از جمله 5 تریلیون دلار در اقتصاد جهان تزریق کنند. در بیانیه این اجلاس رهبران گروه وعده دادند تا عبور اقلام پزشکی و کالاهای دیگر را از مرزهای خود تسهیل کنند و در این حال از صندوق جهانی پول و بانک جهانی خواستند از کشورهای نیازمند کمک در این زمینه حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز مدیر صندوق جهانی پول قرار است فردا جمعه از کمیته بودجه این سازمان بخواهد بودجه 50 میلیارد دلاری فعلی برای کمک به کشورهای در حال توسعه را دو برابر کند. خبرگزاری رویترز در این حال گزارش داده که دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس جزئیات بسته کمکی 6 تریلیون دلاری در این کشور را برای مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا توضیح داده و از همکاری بین و چند جانبه برای محدود کردن ویروس کرونا حمایت کرده است. مهموش پورزیایی بود در واشنگتن آمریکا در صدر کشورهای مبتلا به ویروس کرونا آنطور که شنیدیم بنا به آمار رسما اعلام شده البته 82404 مورد ابتلا و بیش از 1100 جان باخته کووید 19 وقتی که از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرسیدند که ببخشید آیا از این آمار شگفت زده شده یا نه گفت که این آمار بالا به معنای تعداد بسیار بالای آزمایش های کرونا است که در سراسر کشور انجام می موضوعی است در خور بررسی بیشتر به لس آنجلس آمریکا سریع سری بزنیم پهلوی علی اکبر مهدی و استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بریم درود بر شما نوروز شما پیروز آقای مهدی به نظر میاد دونالد ترامپ بیقرارانه منتظر بازگشت توان کامل چرخی اقتصاد آمریکا و تاکید هم کرده که مردم باید به زودی زود سر کارشون برگردن چون این کشور اونطور که ایشون میگه متکی و مبتنی بر کار و تلاش است اما دامنه شیوع ویروس کرونا در آمریکا تصویر شوم و عبوسی به دست میده به نظر شما دولت دونالد ترامپ در تصمیمگیری‌هاش چه اندازه به فکر اقتصاد کشور و انتخابات آینده است و چقدر پذیرفته که با جدیت بیشتر باید با کرونا دست و پنجه نرم کنه؟ حالا آقای توهای هم از نظر مطالعاتی کسانی که مطالعهشون کردن هم از نظر سابقه کسانی که بایشون کار کردن در طول سالها و هم از نظر عملی در رفتار شخصیش که همه میتونن ببینن فردیس خودمحور و خودشیفته قاعدتا بازیگر سیاسی هم هست در کارش هم خیلی موفقه در حوزه البته سیاست جذب کردن طرفدارانش و پیش بردن کارهای خودش بنابراین تاکیدش قطعا روی اقتصاده چون کلا مدیس تجاری پول و همه همیشه از زاویه محاسبات مالی به مسائل نگاه میکنه و از طرف دیگه هم خودشیفته است و خیلی سعی داره که اقتصاد رو برگردونه به حالتی که قبل از این جریان بود و بتونه بگه که من موفق بودم برای که برام تاثیر خیلی به سزایی در انتخابات آینده خواهد داشت بنابراین این فرمه شما درسته که ایشون تاکیدش بیشتر بر موضوع اقتصاده البته این رو هم باید عرض بکنم در مجموع جمهوری خواهان بیشتر به اقتصاد توجه دارن تا به مسائل دیگر یعنی یا مسائل دیگر حداقل در مرحله دوم قرار میدن این از نظر آماری هم نظر سنجی که انجام شده بود اخیرا نشون داده بود که حتی راجع به خود این مسئله ویروس و رفتارها و ها کلا مثلا جمهوری خواهان خیلی حساسیت کمتری نشون میدن تا, تا افرادی که دموکرات هستن در حال آقای مدی خیلی به نظر میاد که آقای ترامپ نگران اقتصاد کشور هست ولی حتی اگه خیلی هم بخواد آقای ترامپ نمیتونه به مردم آمریکا دستور بازگشت به سر کار و مشاغلشون رو بده این نسل سریع و قانون اساسی آمریکاست که مراقبت از نظم عمومی و ایمنی ایالت ها رو به فرماندارها واگذار کرده و میدونیم که 21 ایالت آمریکا از مردم خواستن که در خونه بمونن و تا این همهگیری کرونا برطرف بشه ولی حالا از مردم بگیم واکنش مردم آمریکا به این سخت گیری ها و محدودیت ها چیه به مردم مردمی که به چه مقررات و محدودیت ها عادت ندارند در کشور دموکراتیک چطور واکنش نشون میدن؟ والا من در موقعی که سپتامبر 11 یا سپتامبر رخ در همین تلویزیون دیویسی گفتم که مردم آمریکا با این حاضر نیستن آزادی خودشون رو و اشتباه در اومد و من فکر میکنم این بار هم واقعیت این هستش که من دیگه نمیخوام پیش رو بکنم واقعیت این هستش که مردم با شرایط خودشون رو باید تطبیق بدن و به خصوص این مسئله شرایطی هستش که شوخی بردار نیست شما حالا نگاه میکنید در رابطه هم 11 سپتامبر هم نگاه بکنید و اتفاقی که افتاد مردم امروز میان تو فرودگاه تو صفوا وا میسن کفشاشون رو در میارن کمربندشون رو باز میکنن خیلی مثلا رفتارهایی که ما اون موقع فکر میکردیم این تحقیرآمیزه ولی امروز دیگه پذیرفتن چون امنیتشون در کاره و همین هم در مورد مسئله این کرونا و واکنش ها و تغییراتی که در زندگی اجتماعی مردم در آینده توجهشون به بهداشت خواهد بود بیشتر خواهد شد ولی خب یک سلسله عوامل طبقاتی و جامعه شناسانه مطرح هستش یه سلسله هم عواملی هستش که موقعیت ماست و واکنش مردم رو باید در نظر گرفت در رابطه با مسئله عوامل جامعه شناسانه که در واکنش مردم تأثیر گذار بوده یکی مسئله طبقه است الان میبینیم که کسانی که خب به امکانات رفاهی دارن هم از این ابتلای به این مرض و حال مسئول نیستن اما امکانات بیشتری دارند که بتونن خودشون رو حفظ بکنن متاسفانه طبقات تر هستن که الان دارن آسیب میبینن برای بسیاری از این افراد کاراشون کارهای فصلی خیلی ساعتی اینا بدون حقوقشون نمیتونن زندگی بکنن اپس پس زندگی بر نمیان به بخش از اینها مسئله نژادی یا قومی هستش اغلب کارگران لاتین تبار اینجا یا مکسیک مکزیک باشن یا هر جای دیگه قسمت که آمریکای لاتین باشن لا. اینها در چنین شغل هایی هستن و مشکلات زیاد دارن و الان آمار داره نشون میده من در آمار امروز اومده بود بیرون که آمار محدوده ولی گزارشش اومده بود که در ملواکی بیشتر کسانی که مبتلا شدن و دارن صدمه میخورن و قربانی میشن سیاهان میان سال هستن یعنی به عبارت دیگه باز مسئله طبقاتی اینجا مسئله است مسئله سن هست در رابطه قومه قومین را بکنم در آمریکا متاسفانه یک نجات پرستی عظیمی بر علیه افراد آسیایی به خصوص چینی ها و تمسخر فرهنگشون و غذا خوردنشون به وجود اومده برای آمریکایی های آس... بساب... آمریکایی هایی که آسیایی هستن این مسئله است الان در مدارس برای بچه هاشون و بعد در نهایت هم مسئله سن هست و هر حال افراد مسن مشکل مشکل رو داره که کسانی که مسن هستن آسیب پذیریشون خیلی بیشتره علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در آمریکا سپاسگزارم از حضور شما در چشم انداز بامدادی بی بی سی امیدوارم خوب و خوش باشید و ما شیوع کرونا تاثیر مستقیم هم روی کار ما اینجا هم گذاشته مثل هر جای دیگر شماره زیادی از کارمندان بی بی سی همین روزها دورکاری میکنن یعنی از رای دور کار میکنن برای اجرای مقررات فاصله گذاری اجتماعی که هر فردی از فرد دیگر دست کم دو متر باید فاصله داشته باشه معدودی از کارمندان کلیدی در این ساختمان حاضرند این روزها در نتیجه امروز پخش دیداری برخی از مطالبمون رو که از پیش ثبت کردیم نداریم البته با این امید که این اشکال فنی به زودی برطرف شود کروناست و هزار و یک مشکل در واقع برنامه رو ادامه می دهیم این طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش میزان ابتلا به ویروس کرونا دیروز در ایران هم اجرا شد یاد از کم دولت اعلام کرد که اجرا خواهد کرد بر اساس آمار دولتی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 29 هزار تن رسیده با بیش از 2200 قربانی مهدی بیگی گزارش میداد. مسافرت بی مسافرت به قصد سفر به جاده بزنید ماشینتان یک ماه توقیف می شود و خودتان 500 هزار تومان جریمه دولت قصد سخت گیری دارد با اجرای طرحی پنج بخشی برای کاهش زنجیره انتقال کرونا. حسین زلفقاری معاون انتظامی وزیر کشور جزئیات بیشتری داد یک کسانی که قصد مسافرت دارن از همین لحظه که اعلام میشه سفرشون رو لغو بکنن دو کسانی که الان در مسافرت هستند سریعتر به خانه برگردن سوم اینکه اعمال محدودیت های حد در حمل و نقل مسافری ام از هوایی، ریلی و اوتوبوس های بین شهری هست محور چهارم تر تحتیلی ادامه تحتیلی دانشگاه ها مدارس بستان ها هارکا ها، مراکز وردشی محور پنجم تر برگزاری هر گونه مراسم اما رسمی و غیر رسمی تهران هرکی بیا بره بره میگه برو برو میگه نرو آنهایی که از مسافرت باز میگردند در مسیر نباید از داخل شهرها عبور کنند باید از کنار گذرها بروند به گفته معاون وزیر کشور تمام کسب و کارهایی هم که کالا و خدمات ضروری مردم را تأمین نمی‌کنند باید تعطیل شوند وگرنه پلمپ میشوند نرس کنم خدمت شما متاسفانه به هر حال مجبورم که گزارش کنم اگر خبر و این کنفرانس خبری دردناک روزانه آخرین آمار وزارت بهداشت ایران این است در 24 ساعت گذشته با ابتلای بیش از 2300 نفر آمار کل مبتلایان به 29406 نفر رسیده با مرگ 157 نفر دیگر تعداد کل فوتی ها 2234 نفر شده و در کل 10457 نفر هم بهبود پیدا کردند. این آمار دولت ایران است اما برخی منابع خبری و همینطور عدهای از سیاست مداران داخل ایران میگویند اعداد بالاتر از این هاست. با وجود بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اوضاع خوب است. فکر نمی کنم هیچ کشوری شرایط کشور ایران رو داشته باشه که در حال حاضر در سختترین شرایطی که همه کشورهای دنیا باش مواجه هستند ما حدود 20 هزار تخت بیمارستانی خالی رو در اختیار داریم رئیس جمهوری ایران همچنین از طرحهای دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده صحبت کرد مشروط بر اینکه کارگری رو اخراج نکرده باشند و نکنند اگر بنگاهی صدمه دیده و کارگری رو اخراج نکرده ما تسهیلات ارزان قیمتی رو در اختیار اونها قرار میدیم امروز پنجشنبه هفته فروردین 1399 خیابان فاطمی اما ویدیوهایی که مخاطبان بی بی سی فارسی فرستاده اند هم نشان می دهد که اده بیشتری از مردم هشدارها را جدی تر گرفتند و خانه نشینی بیشتر شده. اینجا مشهد تاریخ هفته یک 1399 بلت شوی کرونا کلیه مغازه ها همه بستن کلن. عده هم از کارهای غیر ضروری می نالند. ضروری از الان تابلو رنگ بشه پای و اینجا هم بوی نان تازه در خانه ای در اقلید استان فارس خانگی ما در حال پخت نان هستیم با آرزوی سلامتی برای همه مردم دنیا پختنان در خانه با آرزوی سلامتی برای همه مردم دنیا گذاشت بود از مهدی بیگی درباره تازه های کرونا در ایران باعث است که گفتگویی داشته باشیم با علی رزا نامور مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا نوروز پیروز و شب شما در کانادا به خیر آقای نامور همونطور که در گزارش هم شنیدیم دولت قصد سختگیری دارد محدودیت های شدید در مسافرت ها فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش ابتلا به ویروس کرونا تعطیلی بستان و پارک‌ها مراکز ورزشی من برگزاری مراسم رسمی و غیر رسمی اینها جزء تمیداتی است که اعلام کردند دیروز و همین اینها بعد از اون که بنا به آمار رسمی که قابل بحث هست حدود سی هزار تن به این ویروس گرفتار شدند و بیش از 2200 دو تن بر اثر ابتلا به این ویروس درگذشتند. به نظر شما چرا اینقدر دیر برخی این رو به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تشبیه کنند. دلیل این تاخیر چیه با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم ببینید به خاطر اینکه این ویروس یک ویژگی هایی داشت که تمام ضعف های سیستم رو در مدل تصمیم گیری بروز داد نکته اولش اینکه ویروس اولین چالشی است که از لحاظ جغرافیایی تمام ایران در بر گرفته و از لحاظ اجتماعی تمام طبقات و از لحاظ رابطش با قدرت تمام سطوح قدرت رو تحت تاثیر قرار داده دومی مسئله ای که این ویروس داره به منصر به فرده برخلاف مثلا حوادث سیاسی و غیره اینی که نیروی متخصصی که نیازمند هست که این مسئله را حل کنه که کادر پزشکی متخصص و گروه بهداشتی متخصص هست اینا عملا در تصمیم گیری در قدرت هیچ نقشی ندارن یعنی هیچ نقشی در قدرت ندارن ولی مهمترین نیروی پیش هستند که الان مقابله میکنن با این ویروس بنابراین در... چون در تصمیم گیری نقشی ندارن و فقط اونها نیروی هستن که دارن کار میکنن و اون نیرو هم به با توجه به مشکلات پزشکی ایران کمبود بودجه و ظرفیت ها میتونه نیروش به انتها برسه و با توجه به اینکه میزان مرگ و میر در کادر پزشکی ایران به خاطر اینکه کمبودهایی که در های اول داشتن بخاطر لباس و تجهیزات حفاظتی هم بحران ایجاد کرده بنابراین جمهوری اسلامی عنصر مقابله ای نداره عنصر مقابله خارج از سیستم خودشه کسانی هستن که نقش در قدرت ندارن نکته سوم مثلا اینکه این در بدترین شرایط سراغ ایران اومده به راز اقتصادی ایران مشکلات جدی داشته تحریم ها نفس اقتصادی ایران بریده بوده مشکلات معیشتی بسیار زیاد بوده و همچنین در تنظیم بودجه توجهی به بهداشت نشده شما نگاه کنید نهادهای فرهنگی مثل حوزه علمیه جامعه مصطفی این گروه های فرهنگی که منابع درآمدی دیگه هم داشتن نزدیک به دو تریلیون تومن اینا بودجهشون هست ولی بودجه وزارت بهداشت اورژانس بسیار اندک نسبت به اینا ولی اینا و... در همون سوالی که از شما کردم در آغاز آقای ناور حقیقی هم این اندیشه رو طرح میکنن مثل عباس عبدی که برخی شاید اون رو توطئه پنداری عنوان بکنن که شاید دولت ایران عمدن در انجام به موقع تمهیدات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کوتاهی میکنه تا شاید اوضاع به گونه ای حاد بشه که آمریکا تحریم رو لغو کنه علی ایران و برجام سر جای خودش برگرده ببینید به نظر نمیشه گفت این تحلیل رو اتاق آقای هم نظرش الزاما این نبوده تو مطلبی که مطرح کنه ببینید مسئله کلیدی هست که سیستم به لحاظ تصمیم گیری در درون بلوک قدرت دعواهای جدی وجود داره برای آینده سیستم سیستم توانایی اقتدار اعمال یه نظریه رو نداره شما نگاه کنید آقای روحانی میگه ما هفته دیگه باز میکنیم یه ما پیش بعد میگه قرنطینه به هیچ عنوان ما هیچ قرنطینه‌ای نخواهیم داشت بعد مجبور قرنطینه کنن این تعدد نظر نشون دهنده اینه که سیستم فشل ناکارآمد اعتماد سیاسی میان جامعه و حکومت وجود نداره بنابراین الان هم در موقعیت کنونی بسیاری از کارشناسان معتقدن دو تا اتفاق ممکنه بیفته بخش معتقدن در شرایطی که کرونا مسئله اصلی جامعه میشه امنیت بهداشتی مسئله اصلی جامعه میشه سیاست میره به حاشیه بنابراین در این موقعیت بخشی از بلوک قدرت ممکن پروژه های بزرگتری رو برای تغییرات ساختاری در سیستم داشته باشن و این کار انجام بدن گروهی هم که شما گفتید ممکنه معتقد باشن که این وقتی است که ایران میتونه با روکش مسئله کرونا مسئله بهداشتی مسائلش رو با سیستم بین‌المللی حل کنه اشارهشون هم هست به پیامی که آقای ظریف به عنوان پیام نوروزی داد و گفت ما باید از تحریم خود ساخته بیایم بیرون نوسازی کنیم در حاکمیت و این نگاه جدیدی به دیپلماسی و خودمون بندازیم به. خب بنابراین اگر دیدگاه دوم بگیریم میتونی امکان هم وجود داشته باشه ولی رفتارهای متناقضی که علیه پزشکان بدون مرز صحبتی که آقای خامنه‌ای روز دوم عید در مورد روز یک شنبه در مورد حرکت آمریکایی و جنگ بیولوژیک کرد میتونه این رفتارها رو منتفی بدونیم ولی به هر حال باید دید که در آینده چه خواهد شد طبیعتا اگر سطح بحران گسترش پیدا کنه با توجه به ناکارآمدی که سیستم داره اعتمادی که در جامعه وجود داره و ظرفیتی که به حال پزشکان ظرفیتشون محدوده و محدودیت هایی که بیمارستان های ایران داره و وقت ممکنه در سیاست خارجی میشه گفت که تج ایجاد بشه مضاف برای اینکه ممکن جان بندلی هم تر بشه و ایران هم موازش رو تغییر بده نباید فراموش کرد در همین موقعیت آقای روحانی حرف زده که ما در 20 فروردین در حوزه قنیسازی هسته ای میخوایم روها عمل کنیم معلوم نیست که اولویت بندی های سیستم چی است روزهای آینده مشخص خواهد کرد که سیستم کدام انتخاب را خواهد کرد سپاسگزارم آقای حقیقی سوالا خیلی بیشتر از این هاست ولی فرصت متاسفانه خیلی محدود علی نامور حقیقی بود تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا بسیار دوست دارم که شما شنونده ها و بیننده های برنامه هم پاسخ خودتون رو به پرسش هایی که تر کردم برام بفرستیم به هر روی اینکه اکنون محدودیت هایی در ایران برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا اعمال شده شما رو خوشنود میکنه یا نه چرا این دیر کرد یا تاخیر در وضع مقررات و محدودیت ها رو چطور تعبیر میکنید درباره عملکرد دولت ایران در پیکار با این ویروس که ایران یکی از کانونهای اولیه اشای اون بود چه میگین و پذیرای هر دیدگاه دیگری هم هستم درباره موضوعات برنامه امروز و ضمنا سپاسگزارم هم از همراهانی که پرسش های خودشون رو درباره کرونا با هشتگ کرونا برامون فرستادن در نخستین فرصت که امیدوارم فردا باشه اون رو با یک پزشک متخصص در میان خواهیم گذاشت شما هم اگه پرسشی پزشکی درباره بیماری کووید 19 دارین برامون تلگرام کنین با هشتگ کرونا به شناسی بی, بی سی شما دیدگاه های شما در این برنامه. در تلگرام به BBC بی بی شما باام دادی@ bbc.co.uk. بی بی دات دات دو فر44، سی70،49، 22 22. بله ایام نوروزی است و روزنامه ها در ایران تعطیلند و فرصت مساعد است برای مرور مجله های آخر سال یا شماره های نوروزی این مجلات با مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن بررسی مجلات نوروزی رو در این آخرین روز با شبکه آفتاب آغاز کنیم که شماره نوروزیش هست اما شاید که به اون معنی تعم و عکس و تشکیلات و عکس حفسین و اینا نداره صفحه اول خودش ویو جلد عکسی داره عکس کهنه قدیمی است که به زیبا هم هست عکسی است که ولیعهد سوئد گرفته که در 1313 یعنی زمان رضاشاه، آمد به ایران و ناصر زاعتی شیرینکاری کرده و این کتاب کهنه قدیمی رو پیدا کرده در سوئد و در اونجا در شهری که ما بهش میگیم گوتنبرگ خودشون میگن یوتیبوری در اونجا تو کتابخونه پیدا کرده این کتاب رو و بنابراین یه مجموعه خوبی برای شروع نوروزنامه شبکه آفتاب فراهم شده عنوانش هم داده در جستجوی غزل و توضیح داده که این کتاب کهنه رو یادش نیستش که از کجا چه جوری اینا گیر آورده ولی به هر حال عکس های بسیار جالبی داره ولی عهد اون زمان سوئد که در چل سالگی مرد و از میان پسرانش کارگوستاف که الان هست هنوز در سوئد پادشاه هستش به پادشاهی برگزیده شد او در این عکس ها که از 16 آبان تا 5 آذر یعنی حدود 20 روز بوده است یک یاد هم کرده این شاهزاده سوئدی که جالبه از اینکه چجوری با ماشین های مختلف و زیر البته حمایت دولت داشته بنابراین خیلی با سلام و سلوات در جاهای مختلف بوده همدان رفته یا مثلا فرض کن اصفهان رفته عکسای خیلی خوبه عکسا گرچه که سیاسفید هست ولی بعض جاهاش کاملا منظور رو نشون میده و یه سری عکس فوق ای از این سفر به دست آورده انگار که خود شاهزاده هم اهل این نوع امور بوده است بعد از اینکه با این گزارش مجله شروع میکنه به جلو رفتن و کار کردن بعد میرسیم به گزارش ایمان پاک نهاد درست کرده مثل بقیه گزارش هایی که درست میکنه که گزارش هایی معمولا خیلی خوبی هست با اکس های آقای کسری رفته افغانستانی هایی رو که در کارگاه پلاستیک قمسر هستند اونها رو پیدا کرده اکس ها تکندند است به خاطر اینکه اونها رو نشون میده که در یه محیطی که مطلقا پاک نیست این پلاستیک رو جمع کردن لابد از سوز و ها و از جایی وردن کنار و اونها رو داره ساخته میشه و چقدر این تشکیلات و مجموعه فقیران است بماند بعد در متن گزارش میخونیم که نویسنده میگه که به بچه گفته که خودتو معرفی کن او گفته یعنی چی الان چیکار کنم بعد سابکارش به او گفته که یعنی اسم و فامیلتو بگو او که از کجا اومدی و این با صدایی که هنوز رنگ بلوغ نگرفته گفته 15 سال داره یک سالی است که از افغانستان اومده بیکار هست سرما و باد غمسر صورتش رو به رنگ سماق در آورده و به چشمهاش هیچ کس نگاه نمیکرد قریب میان ده ها تون زباله پلاستیک ساعت هفت صبح من میرویس پانزده سالم یک سال است از افغانستان آمدم جاهای دیگری کار کردم یک ماه هم هست که اینجا هستم فامیل که اینجا کار میکردم به او گفتن که این کار پول خوبی داره و حالا هر روز از هفت صبح میاد پشت نقاله تفکیک زباله تا دوازده ساعت بعد که سر ماه دو میلیون تومن حقوق بگیره گزارش زنده ای هست که معمولا شبکه آفتاب از این نوع گزارش ها یک دو تا داشتش که ولی خب میشه حد که با شرایطی که الان وجود داره برای مطبوعات به طور کلی و یک نوعی صرف جویی هم در کار هستش همینقدر که تا این اندازه کیفیت خودشون رو حفظ کردن گرچه اندازشون نتو حفظ کنن خوبه یک مصاحبه ای داره حامد سرافزاده با کنلوچ همون فیلمساز بزرگی که تازیه یک فیلمی از او در حال ساختنه که او ترجمه کرده اومدیم نبودید البته این یه ذره میشه که ببخشید دیدار تا میاثر نشد همون چیزا که شرکت پوستی پستی می وقتی بستر رو میارن و شخص در خونه نیستش و بعد از اون میرسیم به یه سری گزارش های فوق العاده جذاب که در بخش های مختلف آمده است از جمله این گزارش ها یک گزارشی درباره روزهایی که یا ماهایی که سیاوش های شاعر بزرگ ایران طی کرد در وین در پایان زندگیش بعد از دوران رفتن از ایران به افغانستان و بعد رفتن از اونجا به مسکو و روزهای سخت اونجا یکی نوشته گزارش یه ذره تنزالودی از هومن مرتزوی درباره هنرمند اصولا هنرمند و گرفتاری هنرمند با هنر به اصطلاح عوام فریبه مردمی با هم نگاه گذرا کردیم به شبکه آفتاب که بسیار خاندنی تر از اینه باز هم یک نو روزنامه دیگر داریم از به بهنود که در ادامه برنامه خواهیم شنید در این بامداد بهاری آدینه هشتم فروردین 27 مارس نگاهی تازه داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه در این برنامه بنا به آمار رسمی منتشر شده ایالات متحده آمریکا در رأس جدول کشورهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا قرار گرفته است بیش از 82400 مورد در ایران بر اساس آمار دولتی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به بالای 29 هزار تن رسیده بیش از 2200 تن هم جانشان را از دست دادند دولت اعلام کرده که طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش ابتلا به ویروس کرونا اجرا می شود برای مقابله با شیوع کرونا در زندان های افغانستان حدود 10 هزار زندانی آزاد می شوند. که در این مورد صحبتی خواهیم داشت دولت آمریکا افراد و شرکت های جدیدی را با اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست هایش افسود است اینجا لندن است رادیو بی بی سی چشم انداز بام دادی. بله حالا فرصت هست که از کرونا در افغانستان هم بگوییم برای مقابله با شیوع کرونا در های افغانستان حدود ده هزار زندانی آزاد شوند. در نشست خبری مشترک دیروز دادستان کل وزیر بهداشت و رئیس عمومی زندانهای افغانستان خبر دادند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور این فرمان را صادر کرده است محمد فرید حمیدی دادستان کل افغانستان گفت که این فرمان اختصاصی شامل حال زنان کودکان بیماران صعب العلاج و افراد بالای 55 سال می شود اما شامل حال مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نمی شود. همکارم علی حسینی با ماس از کابل از پایتخت افغانستان علی صبحت بخیر داستان کل افغانستان گفته که رهای زندانیان در هرات فوریت داره آیا دلیلش رو هم توضیح داده؟ مشخصا نه ولی دلیل اصلش میتونه این باشه که هرات به نحوی حالا میشه گفت که کانون گسترش ویروس کرونا در افغانستان است دیش از نیمی از افرادی که در, این در, افغانستان به این ویروس مبتلا شدن در همین ولایت بودن و به همین خاطر ارجعیت به این قسمت از افغانستان دادن وزارت سهت عامه افغانستان گفته که زندان ها خطرناکترین محل برای انتقال ویروس کرونا است به همین خاطر وزارت بهداشت افغانستان به کمیته استرار مبارزه با گسترش ویروس کرونا گفته بوده که باید بدنبال یک راه حل حقوقی و قانونی باشه و بعد از غور بررسی ها به این نتیجه, به این نتیجه رستن که حدود 9 الى 10 هزار زندانی را به این خاطر رها بسازند و همچنین رئیس مدیریت زندان های افغانستان گفته که صلاحیت ها به ولایت ها تحفیص شده و بر اساس این صلاحیت ها رهایی این زندانیان باید تا حدود ده روز دیگر نهایی بشه اما باید فراموش نکنیم که این موضوع شامل حال زندانیان طالبان نمیشه زندانیان طالبان پروسه و روندشان در یک در دو کنفرانس ویدیوی بین نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان نهایی شد که احتمالاً احتمالاً حالا که برنامه ریزی شده تا چهار روز دیگر برنامه رهایی آنها آغاز میشه الی میشه خیلی کوتاه که شیوع ویروس کرونا تا چه اندازه زندگی مردم عادی در افغانستان رو مختل کرده و تازه ترین های مربوط به کرونا در افغانستان چیه دقیقا؟ ببینید تازه ترین ها این که طی 24 ساعت گذشته وزارت صحت عامه گفته که 94 نمونه مشکوک دیگر را بررسی کردن از این 94 مورد 93 مورد نتیجهش منفی بوده فقط یک مورد خوشبختانه منفی بوده یعنی خیلی کم بوده هم در ولایت ننگرهار که این فرد از عربستان آمده به هر حال در تحصیل روحی روانی زیادی گذاشته اما یکی از مشاورین وزارت صحت عامه به ما گفته که مراجع کنندگان بیماری ها و نگرانی روحی هم بیشتر شده از یک طرف و طرف دیگر پیامدهای اقتصادی هم داشته بر نرخ و قیمت مواد خوراکی هم تاثیر گذاشته ولی از یک طرفی فعالیت ها رو بیشتر کرد در قسمت مبارزه با این ویروس مثلا در ولایت هایی که هیچ اثری هم دیده نشده مردم اقدام کردن تا نگذارن ویروس در این ولایت ها گسترش پیدا کنه امروز هم مثلا در ولایت لوگر و در ولایت ولایت قندهار گفتن که تجمعات جلوگیری شد و همچنین سمپاشی در ولایت لوگر هم آغاز شد به هر حال تاثیر گسترده داشته سپاسگزارم علی حسینی با همکارم علی حسینی در کابل افغانستان صحبت میکردم و ما همونطور که از برنامه هم از محتوای برنامه پدیدار هست ویروس کرونا دامان تقریبا همه کشورهای جهان را گرفته اما بنا به آمار رسمی برخی از کشورها وضعیت وخیم تری دارند در چشم انداز بامدادی بی بی سی میکوشیم که به همه این کشورها که در صدر جدول گرفتاری به کرونا قرار دارند سری بزنیم یکی از آنها اسپانیا است که در جدول مرگ و ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در مقام دوم قرار دارد بعد از ایتالیا تاکنون بنا به آمار رسمی 4089 تن در اسپانیا به کام ویروس کرونا رفتند دولت این کشور دیروز مقررات منع آمد و شد را تمدید کرد. در این باره گفتگوی داشتم با جواد یوسفی، تحلیلگر مسائل اسپانیا در بارسلون و نخست از او خواستم که وضعیت کلی کرونا در اسپانیا را توضیح دهد. ارزم به شما اسپانیا به خاطر شرایط اجتماعی متفاوت با سایر کشورهای اروپا از نظر شرایط زندگی مردم واقعا شرایط متفاوتی با دیگر کشورها مثل آلمان داره این به خاطر آب و هوای اسپانیا به خاطر شرایط جوی اسپانیا مردم به صورت اجتماعی بیشتر زندگی میکنن تا به صورت انفرادی در واقع مردم در خونه هاشون زندگی نمیکنن مردم در بیرون از خونه زندگی میکنن خونه هاشون رو به عنوان خوابگاه استفاده میکنن و برای هر گونه فرض کنین جمع خانوادگی یا جمع دوستی از کافتری های موجود در کوچه ها یا در خیابون های اسپانیا ها استفاده میکنن در نتیجه واگیر بودن این بیماری خیلی بیشتر از جای دیگه به خودش نشون داده همین باید. اگه ما... به آمار نگاه بکنیم آقای یوسفی اعداد ارقام تکون دهنده ای رو میبینیم شمار جان باختگان از مرز چهار هزار تن گذشته در اسپانیا 655 تن در یک روز گذشته جان دادن بر اثر ابتلا به کرونا عملا اسپانیا بعد از ایتالیا بیشترین تلفات کرونایی رو داشته آیا تنها دلیلش ساخت و بافتار اجتماعی زندگی در اسپانیا یا دلایل دیگر هم میتونه داشته باشه این آمار بالا دلایل چند دلیل داره؟ یکی این که آمار در واقع پیرمردها و پیرزنهای اسپانیا یکی از بزرگترین بالاترین آمار کشورهای دنیا است یعنی ما در واقع 20 درصد جمعیتمون رو افراد بالای 70 سال تشکیل میدن در نتیجه این یک مسئله است یک مسئله دیگه ای که باعث شد که یک چنین چیزی در اسپانیا به وجود بیاد این مسئله روز زن در واقع در روز هشت مارس بود بله. که برخلاف توافق که انجام شده بود بین این احزاب مختلف در مورد که این مسئله صورت نگیره حزب چپ حاکم بر اسپانیا تصمیم گرفت این مناسبت رو در اسپانیا انجام بده در نتیجه اومدن دعوت بسیار بالایی کردن از تمام مردم در سطح بالا در تمام استانهای اسپانیا که مردم جمع بشن و این جشن این رود رو جشن بگیرن در حدود میلیون ها آدم در مادرید جمع شدن در تمام استانهای اسپانیا به خاطر این روز تصاوی زن و مرد جمع شدن در مادرید بیشتر شخصیت های حکومتی در این جشن شرکت کردن با خانوماشون و بیشتر شخصیت ها در واقع در همین مسئله درگیر این بیماری شدن و در نتیجه کانون شیوع ویروس کرونا الان مادریت است و اونجا که شما هستین بارسلون در کاتالونیا وضعیت فرق میکنه آمار کمتره درسته؟ بارسلون تعداد کمتری کاتالونیا از نظر آمار بیماری خیلی کمتر از مادرید بیمار داره و کشته شدن البته دولت تلاش خودش رو کرده در تمام این مدت با ایجاد قرنطینه در همین میخواستم تمام... ببینم که این قرنطینه ولی گذشته از اون نظام بهداشتی و درمانی اسپانیا به نظر شما چقدر تونسته با این چالش کم سابقه برخورد کنه و تا کجا آماده بوده برای مبارزه با ویروس کرونا ببین مسلما آماده یک مساله مسئله به این بزرگی نبوده یعنی در واقع اسپانیا بعد از جنگ داخلی 1936 تا به امروز به یک چنین مسئله دچار نشده بود بنابراین آمادگی پذیرش در سطح بالای بیمار رو در بیمارستان ها نداشته ولی از نیروهای مسلح از تمام امکاناتی که دولت داره آن استفاده میکنن امروز یک بیمارستان در با حضور 5000 بیمارستان صحرایی 5600 تخت خواب رو پادشاه اسپانیا افتتاح کرد که یک کار بسیار موثری بود در این مسئله ارزم به حضور شما تمام تلاششون رو میکنن که بتونن جلوی بیماری رو بگیرن و مردم هم خوشبختانه با فرهنگ بالایی که دارن در این زمینه کمک زیادی میکنن که این مسئله در واقع بتونه کنترل بشه و بتونه هرچه زودتر البته جلوگیریش خیلی مشکله ولی حداقل بتونن از تعداد کشته ها جلوگیری بکنن با جواد یوسفی تحلیلگر مسائل اسپانیا در بارسلون کاتالونیا صحبت میکردم و ما چند خبر کوتاه هم داریم از ایران در یک نگاه با نازنین جاوید فصل قدیانی از چهرهای سرشناس جنبش سبز در سال 1388 آیت الله علی خامنه ای را به فرافکنی، فریب و انحراف افکار عمومی و تئوری توته درباره شیوع کرونا متهم کرده. آقای قدیانی در یاد داشته که در وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی منتشر شده رهبر حکومت و ارگانهای وابسته به با او را در گستدگی شیوع کرونا در ایران مقصر دانسته و گفته آنها به دنبال لاپوشانی این نقش ادعایی هستند و اطلاع خامنه ای میگوید ممکن است آمریکا ویروس جدید کرونا را ساخته باشد و بخواهد تحت پوشش اعزام تیم پزشکی برای تداوم بیماری تلاش کند و یا به جمعآوری اطلاعات درباره این حمله بیولوژیک ادعایی بپردازد بنا به گزارشها نظامی سابق دریایی آمریکا مایکل وایت که هفته پیش با مرخصی درمانی از زندان آزاد شد میگوید دچار علائم ویروس کرونا و خواستار انتقال خود به آمریکا به دلایل انسان دوستانه شده. آقای وایت در سال 2018 هنگامی که برای دیدن دوست و دخترش به ایران رفته بود، بازداشت شد و بعدا به جرم توهین به رهبر ایران و انتشار اطلاعات خصوصی محکوم شد. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایران در نامه‌ای به سازمان پزشکان بدون مرز نسبت به برخورد بخشی از حاکمیت ایران با این سازمان ابراز تأسف کردند. سازمان پزشکان بدون مرز گفته بود که کمک آنها برای مقابله با ویروس کرونا در شهر اصفهان فعلا متوقف شده. مقامات ایران اعلام کردند که نیازی به کمک های خارجی در ایران نیست. قرار بود پزشکان بدون مرز 50 تخت در اصفهان برای درمان بیماران آماده کند. این فعالان سیاسی و مدنی کمک سازمان ها و ارگان های بین و مللی در بحران ها و حوادث طبیعی را گامی مهم در پیشبرد صلح میان ملت ها و مطابق با منشور سازمان ملل دانستند. از میان امضا کنندگان این نامه میتوان از محمد علی عمویی علیرزا رجایی پرویز صداقت ابوالفضل قدیانی نظام دین قهاری قدیانی حاشم آقاجری مصطفی تاجزاده و علیرزا جباری نام برد و علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونا در استان تهران از پیشنهاد تعطیلی متروی تهران خبر داده آقای زالی در این زمینه به خبرنگاران گفت محدودیت یا تعطیلی مترو در دستور کار شورای شهر تهران قرار دارد او این اقدام را در راستای کاهش فعالیت‌های روزمره شهروندان توصیف کرد. همچنان با چشمانداز بامدادی هستید از رادیو بی بی سی در لندن در بامداد هشتم فروردین 1399 حالا یک خبر دیگر داریم متفاوت تا حدی بر شمار تحریم ها علیه ایران افزوده شده دولت آمریکا افراد و شرکت های جدیدی را با اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست تحریم هایش افزوده است این تحریم ها شرکت های مرتبط با کشتی ایرانی تجاری ساختمانی و شیمیایی را در بر میگیرد وزارت دارایی آمریکا 20 فرد و شرکت مستقر در ایران و عراق غرب حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده ایالات متحده آمریکا در دوری ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران را رسما یک سازمان تروریستی قلمداد کرد جزئیات بیشتر از هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌اش گفته این افراد و نهادهای تحریم شده یا به سپاه و یا به بازوهای شبه نظامی و جاسوسی آن در خارج ایران کمک رساندند و همچنین به گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق از جمله کتایب حزب الله و اصایب اهل حق دولت دونالد ترامپ این افراد و شرکتها را متهم کرده که در قاچاق اسلحه به عراق و یمن و فروش نفت ایران به دولت سوریه دست در کار بودند با این تحریم ها حالا این افراد و شرکتها اگر در دایره قضایی آمریکا اموادی داشته باشند این دارایی ها بلوکه می شود و همینطور شهروندان و نهادهای آمریکایی از کار با آنها منع می شود. ستاد بازسازی اطباء عالیات به مدیریت محمد جلال معاب و نیز حسن پلارک رئیس سابق این نهاد و مشاور قاسم سلیمانی رئیس سابق نیروی قدس سپاه تحریم شدند همزمان آمریکا فروش برق ایران به عراق را باز هم از تحریم ها معاف کرده اقدام جدید دولت آمریکا در فضای صورت میگیرد که ایران هم مانند چند کشور دیگر با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه است و درخواست ها از دولت دونالد ترامپ برای سبک کردن تحریم های ایران افزایش بده کرده با خروج آمریکا از توافق هسته برجام تحریم های ایران دو سال است که برگشتند اخیرا سازمان ملل متحد خواستاران شده بود که برای حفاظت از حقوق و جان میلیون ها نفر در تحریم های آمریکا بازنگری شود میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌اش گفته که با توجه به تاثیر تحریم های گسترده بر بخش بهداشت و حقوق بشر در کشورهایی که با شیوع ویروس کرونا روبرو هستند باید فوراً درباره این تحریم ها تجدید نظر شود دولت آمریکا بر موضع قبلیش تاکید کرده که میگوید تحریم های ایران شامل غذا دارو تجهیزات پزشکی و کمک های انسان دوستانه نمی شود و همچنین گفته که مدارک خود ایرانی ها نشان میده شرکت‌های شرکت های حوزه سلامت توانستند از ماه ژانویه بدون هیچ مانعی بسته تشخیص کرونا وارد کنند وزارت خارجه آمریکا در این حال میگوید که حکومت ایران پیشنهاد کمک 100 میلیون دلاری آمریکا را نپذیرفته است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز سال نو در نامه سرگشاده خطاب به مردم آمریکا نوشت تحریم ها موجب شده توان مردم ایران در مبارزه با ویروس کرونا کاهش یابد و حتی برخی از هموطنان ما جان خود را از دست بدهند منتقدان این سیاست آمریکا میگویند بانک ها از بیم مجازات های تحریمی حاضر به تسهیل هیچ نوع معامله‌ای با ایران نیستند حاجی نیلی از آمریکا گزارش میداد متأسفانه فرصت بسیار اندکی داریم که پیام های بیشمار شما رو مرور بکنیم چند تاشون رو میتونم بخونم اینجا که مثلا اسکندری که با اشاره به صحبت های حسن روحانی که از 20 هزار تخت خالی بیمارستان ها میگفت گفته که روحانی جوک سال رو گفت تخت خالی دارن و توی راهروی بیمارستان ها بیماران هنوز روی زمین هستن تخت عادی نیاز نیست تخت مراقبت ویژه لازمه اسد میگه ایران آمار غلط درباره کرونا ایرای میده منحنی شیوع و مرگ و ایران تنها کشوری است که به صورت خطی یعنی تصاعد حساب بالا میرود در حالی که ویروس کرونا و طبعاتش به صورت تصاعد هندسی افزایش می مرزیه در تلگرام گفته که ما مردم ایران عید نداریم حکومت عین سرنگون کردن هواپیما میخواد از ما مردم ایران سپر دفاعی بسازه پیام خیلی زیاد هست ولی متاسفانه فعلا اونطوری گفتن فرصت نیست بریم سراغ ورزش میشل ایدالگو در سن 87 سالگی درگذشت. دوستان فوتبال فرانسه حتما با این نام آشنا هستند. میشل ایدالگو از مربیان سرشناس پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه بود و کسی که در سالیان پیش باعث کامگاری های بسیار این تیم شده بود از جمله جام قهرمانی اروپا در سال 84 از جمله این موفقیت هاست. این رو هم بگم که مرگ میشل ایدالگو هیچ ربطی به ویروس کرونا نداره و ما کرونا با رویدادهای امروز فوتبال ربط مستقیم داره. تازه های کرونا فوتبال رو از پوریا ژافره بشنوید. درسته داریوش به خاطر اینکه فوتبالم احساس میکنه که قسمتی از زندگی این روزها و اتفاقاتی که در جواب مختلف در سر, سر دنیا به خاطر بیماری کرونا داره میفته رو اونها هم باید نقش خودشون رو بازی بکنن فوتبالیست ها و سازمان های بین المدلی. الان فیفا یک کارزار جدید شروع کرده با نام فوتبال علیه کرونا و خب توی روزهای گذشته زیاد شنیدید که فوتبالیست ها چه کارهایی انجام دادن به خصوص آدم های معروف از کریستیان رونالدو گرفته که هتل های خودش رو در اختیار تبدیل به بیمارستان کرده برای بیماران کرونایی در پرتغال لیونل مسی که یک میلیون یورو کمک کرده به بیمارستانی در شهر بارسلون و همینطور در کشور خودش آرژانتین ولی تو کل این داستان ها که من میخوندم یک، یکی واقعا جالب بود و این نادیا ندیم بازیکن افغان تبار تیم ملی دانمارکی که برای باشگاه پاریس سن بازی میکنه و اتفاقا نه فقط بازیکن خیلی درجه یکی هستش در زمینه فوتبال بین المللی زنان در دانشگاه هم درس پزشکی خونده و یه دکتر هست خودش و گفته با توجه به اینکه سه تا خواهر دیگه که داره دو تاشون پرستار هستن و در بیمارستان هستن و یکی دیگه هم دکتر و اون هم در بیمارستانه خودش هم میگه که میخواد که برگرده و اون شغل دیگه خودش هم انجام بده خلاصه الانم میبینیم که فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هم خیلی از ستاره های قبلی رو خواسته که کمک بکنن در این روزهایی که مردم در خونه هستن با گذاشتن ویدیوها پیام های مختلف بهشون سعی کنن که روحیه بدن بله نوروز و نوروزنامه از ایران رسیده اونطور که پیشتر هم گفتیم و شنیدیم شماره های پایان سال مجله های ایران که مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن مرور میکنه این بخش شامل واپسین مقاله فریبرز رئیس نویسنده و اقتصاددان به نام هم میشه اتفاقا که اخیرا در پی ابتلا به ویروس کرونا درگذشت و از غذا شاعر هم بوده در طول هفته گذشته پانزده مجله نوروزی رو با هم دیدیم این نک شونزده هم, هم ببینیم که آخرین خواهد بود از این بررسی مجله سنن همرق رو ببینیم ماهنامه ای که سالهای سال مداومت کرده و هست و گرچه که به موضوع حمل نخ که موضوع بسته است توجه داره ولی در این حال اقتصاد ایران مورد توجهش گردشگری مورد توجهش و بسیاری دیگه یکی از دلایلی که این شماره رو با شماره دیگه متفاوت میکنه اینه که به دلیل برخورده با حوادثی که اومده به خصوص الان شیوع کرونا مطالب متعددی پیدا شده است که در یادداشت آخر مجله که اعضای هیئت تحریریه یا هیئت کارشناسی هر کدام چیزی نوشتن با اشاره به این آشفت بازار ازش یک موضوع روز می سازه. اما شاید که بشود گفت که یک موضوع جذاب جذاب البته بار مثبت داره به کار بردنش یه ذره اکراه دارید و در این موردی که میخوایم ازش صحبت کنیم ولی یک موضوع تکان دهنده این است که آخرین مقاله ای که فریبرز رئیسدان اقتصاددان نویسنده و متفکر چند روز قبل از درگذشتش که در اثر همین ویروس کرونا هم صورت گرفت و داغی به دل سال گذاشت مقاله همیشگی خودشی که برای همه شماره های سنت امرق نوشت با این شروع کرده اگر راه نجاتمون رو میدونیم اگر از خطاهای گذشته درس گرفتیم و اگر عوامل بازدارنده بر سر راه و حلکت خود رو به سوی وضع بهتر یعنی مثلا خوشبختی همگانی میشناسیم پس بنابراین نباید به گونه قلوبامیز نگران آینده باشیم اگر آینده تیر و تار است و اگر دستهایی و منافعی و قدرتهایی این آینده رو رقم زدند به جای افسوس مدام باید امیخترین ریشه حضورشون رو از حیث تاریخی اجتماعی شناسایی بکنیم نقد کنیم و هدف محکمترین اعتراضها قرار بدیم بعد با خرد و اراده و برنامه قاطع و بی کنار گذاشته بشند تا راه برای ساختن آینده و به کار افتادن نیروهای ماندگار دوباره سازی بشه وقتی که میریم به آخر صفحات مجله به اونجا به یاد میرسیم می رسیم مثل نوشته ارفان لاجوردی من رویایی دارم یا مثل نوشته جواد خومیس آبادی چوکان و شنگول آباد اینا یاد درد دل, دل روز هست که معمولا به شرایط همین امروزی که تقریبا همه دنیا بهش گرفتارن و وفاداره ولی اجازه بدید که من تمام کنم این نگاه رو با شعری از فریبوز رئیس دارم بله دکتر رئیستانهای های اقتصاددان شعر هم میگفت ولی کم و این شعر به نظر میرسه با تاریخی که خود نوشته چند روزی پیش از مرگ اوست همانم که در عهد حاکم عشق میشناختی به یاد داری آیا هم او که در میان نگاهت به آسمان و نگاه آسمان به تو عاشقانه پرسه میزند همانجا که ساهری میکنند چشمانت هنوز این عطر تاکستان خزان باران چشیده است پراکنان از بن موهای شاه بلوطی لقسان و نامت وسوسه ندایی نزدیک که از نای زهره میآید دم که خوشیدوار خرامان از این خیابان گذر میکنی و کوبه این کومه میتکانی شتابان میجهم از جا تا به روزگار حراسان درود گویم شباهنگام که محتابگون پرسخاوت و دادگر اینجا با برک های افرایی درخت انگور دلتنگ نجوا میکنی نگهبان شب میمانم تا همگی از معبر سنگ ساران به سلامت گذر کنیم چونان که آهوان گریخته از مینوان با تردید به نیایش خاک آمدهاند با واهمه بر آسمان دیار ما خیر میمانی بغز ابرهای منتظر ما دیدی که اما ندادند آن دلنگرانی را تندر شدند و آغوش عشق را نمناک رکهای بستی تاک را پر شراب و خانه امن من خمخانه کردند این خانه و این دل و این تاکستان همان هایند که میشناختی به یاد میآوریشان آیا بیپاسخ ماندهام دلندر وای تا در تو شاید بیابم امیدی به آرزویی که دیگر در این نحره شوق و بیامانی توان پلک فشردنش نباشد بر شورش و شادی آهوان روی برتافت از بهشت و بر خاک و باران و تاه اسفند 98 آخرین سروده فریبرز رئیس دانا بله به دریافتیم که فریبرز رئیس دانا چامسرا هم بوده اقتصاددانی که قربانی ویروس کرونا شد در بخش قشنگی از مرور نوروزنامه های مجلات ایران از مسعود بهنود که اون شعر کامل خوند اما در هشتمین بامداد نوروز 99 هستیم و نمیشه همش از کرونا گفت بریم سراغ در واقع حرف و حدیث نوروزی که فرصت خیلی کمی داریم نوروز رو پاس بداریم با ترانی از سیما بینا محلی خان خوشخان سپاس از همراهی تک تک شما با برنامه چشم انداز بامداری هشتم فروردین <applause>